نهجك مشيت بدربك مطيت براحت ورفتم نوري حبيبي هم بارتو در ذهن زمینم بیدی از نور تو راهم را روشن کردم آفتاب من حبیب من ای مصطفی به تو ابتدا کردم بر مسیر تو رفتم و از تو آب حیات جستم یار من و نور من ای مصطفی به تو ابتدا کردم و بر مسیر تو رفتم. صداقت و راستی در همه ابعاد زندگی و خصوصا در تجارت و در کاربار ما میتونه که ستون اصلی مسلمانی ما باشه، چرا؟ چون در قرآن عظیم الشان هم آمده ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و با راستگویان باشید. موضوعی که در آیه هم اینجا برجسته شده و در خور توجه هست این هست که ما باید تلاش بکنیم که صداقت داشته باشیم و راستگو باشیم در کاروبار و برای کسب روزی حلال. اگر صداقت داشتیم یقیناً که برکت در روزی و در کاروبار ما میآید. اگر خدای نخواسته به این موضوع توجهی نکردیم مورد اعتماد مردم و مسلمانان قرار نمیگیریم. و اگر میخواییم که یقیناً خدا هم از ما راضی باشه و پیامبرش هم از ما راضی باشه و این سنت نبی علیه السلام را هم در زندگی خود عملی بکنیم، پس باید تلاش بکنیم که در کاروبار و در و چیزی که انجام میدیم در کارهای روزمره باید صداقت داشته باشیم. صداقت یک خصلت پسندیده رسول علیه السلام هم هست که همه ما با مطالعه‌ای که از زندگی آن بزرگوار داریم، یکی از ویژگی‌های برجسته آن بزرگوار صداقت بود که به همین خاطر همه مردم به آن اعتماد داشتند. پس انشاءالله که هر کدام ما این موضوع در زندگی خود عملی کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همانا راستی انسان را به سوی نیکوکاری رهنمایی می کند و نیکوکاری انسان را به بهشت رهنمون می گردد و همانا شخص راست می گوید تا اینکه در نزد خداوند بسیار راستگو و صدیق نوشته می شود. دروغ انسان را به معاصی و گناهان سوق می دهد و گناهان انسان را به سوی دوزخ می کشاند. شخص همانا دروغ میگوید تا که در پیشگاه خداوند کذاب و بسیار دروغگو نوشته میشود. صداقت اساس تمام خوبی ها هست. صداقت اساس نجات یک انسان به سوی بهشت است. یقینا همین صداقت است که انسان را به نیکی سوق میده و همین نیکی هست که انسان را به طرف بهشت سوق میده. پس تلاش بکنیم که با وسیله همین صداقت خود به بهشت برسانیم. تلاش بکنیم که به وسیله همین صداقت در کاروبار خود خدا را از خود راضی بسازیم. نشه خدای نخواسته در زندگی فریب وارد کاروبار و کارزار ما بشه و از صداقت دوری بگیریم، که این موضوع بسیار بد و زشتی هست که اسلام هم روی موضوع تأکید کرده که باید از صداقت کار بگیریم. از هر کدام ما فرقی نمی کنه در هر کاری که مسئولیت دارین، حتی مبنوان یک مجری که اینجا ایفای نقش میکنم، باید صداقت در کار خود داشته باشم، صداقت در گفتار خود داشته باشم، صداقت در رفتار خود داشته باشم، که همین موضوع بسیار مهم سنت نبی علیه السلام را زنده نگه میداریم. پس میگیم با هم یک جا بخش همگام با پیامبر را میبینیم و انشالله که تعداد زیادی از ما این موضوع رو انشاءالله عملی خواهیم کرد. یک جا با هم بریم ببینیم. تر با کسایی که واقعا در قسمت میوه‌جات و همچنین ترکاری ها که استفاده میکنن و فروش میکنن، ببینید که آقا چقدر صداقت در کار. سلام علیکم دوست عزیز، خسته نباشید. بخیر، سلامت شما خوبه؟ الحمدلله، زنده باشید. اسمت الله نوروزی هستم، یکی از باشندگان شهر ایرا. اسمت الله جان عزیز، خسته نباشید. قربان شما، زنده باشید، سلامت. همین که مثلا ما صداقت داشته باشیم، چقدر رسول علیه السلام و خدای مهربان از ما راضی؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد راضی میشه. ما الحمدلله مسلمان هستیم، باید صداقت داشته باشیم، رحم و شفقت داشته باشیم به هم دیگه.
در قسمت بخشای دیگه هم صحبت میکنین، مثلا بفرم. گران فروشی اگر ما بکنین، گران فروشی با کار خوبی نیست دیگه. یک برادر گران بفروشی، یک مثلا من خبر نداشته چه چیزی برای گران بدی، یک برادر دیگه خونه میخرد من دیگه. این صداقتی که ما گفتیم و سنت رسول علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد، در کار شما چه چیزها میتونه صداقت باشه؟ مثلا همه چیز دیگه، همین مسلمان یعنی برادر بیامد گفت پنجره میچنده 35 روپیه برنا حساب کردیم، واقعیت در 27 روپیه هم بخریدین، سری پا چاری بخون میفهمید زایات و سبت داره، 4-5 روپیه ما مایم چه بجاره میخونیم در قسمت این وقت قناتون دوشم. یک موضوعی بسیار مهمی که هست دوست عزیز، خود تو چهت شاید باشیم، بعضی وقتا ما میبینیم مثلا در قسمت ایوانی رومی که هسته، ایوانی رومی خوبها رو جلو میگذارن، یک تعدادی که خراب هست باز رو طرف میگذارن، زمانی که باز در مشتری خب میبینه از جلو با سراغی میای، اما وقتی که پول میده یک قسمت از اون خرابا شد میدازن. خب اونا که همین چیز هست که خال کار بعدیه و منطقه هست که ای گرجه که میارم از میدون باز خب خرابتر از اون تر میارم، میردم به سچرخا و مازده ها با صدا میزنم کیلو 20-25 روپیه. خب در صورتی که بزرگ قسمت بخرم به اون قیمت بخرم بار خوب نمیبرم دیگه. درست، اگه به شکل مخلوط باشه خب درست، اما میگفتم بعضی ها کلکر میخوان. خب اون کار خوب نمیکنم دیگه، کار خوب نمیکنم. خود خور فریب میدم. خود فریب میدم. اگر این کار رو انجام بدین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد چقدر از ما راضی نخواهد شد؟ حتما دیگه، خود چیز مشخصه دیگه، خداوند متعال هم خوش نمیاد که یک مثلا برادر مسلمان بزی بدی، خود خود بزی میدی دیگه، فرق نمیکنه. مثلا در این قسمت اگر ما مشاهده بکنیم، خب این مال شما درست، بله، مثلا در این قسمت کچالوهای درشت و بسیار کلان این چه هست، اما اگر به فروش اینا نگاه بکنیم در این قسمت باز چنوهای بیشتری هست تقریبا تا اندازه. خب بار ما فرق نمیکنه ان شاء الله. امی هم که گفتم اول به شما دور غم سر غم به میدون بار که ما میریم از 70 ریپ که چلو داریم تا 90 ریپ داخل بوجی، وقتی که او قیم ارزان قیمت میخرم میارم این کار فریب کاری میکنم جلوی خوب میکنم با 80 ریپ میدم، بابام خون تمام میشه میگم 20 ریپ ارزان تر میدم، من از اون میخرم وقتی بخونه این باره مبین یک من یک کیلو خراب بعد من میندازه، مایل به 90 ریپ بخردیم به 100-110 میفروشیم برادر، یک برادر میگه من بخون میچینون 110 ریپ از اینسان رضاییت جنس خوبه میباره برای خود دیگه، مشخص میشه. بله، با این که واقعا صداقت داری در کار خودت و تلاش میکنی که پیرو امت رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد انجام بدی ان شاء الله. اگر با پیامبر علیه الصلاه و السلام هم یکنون روبرو بشیم، اگر روبرو میشدین هم یکنون با رسول علیه الصلاه و السلام، چه گفتنی با اونها داشتی، چه حرفی با اونها داشتی؟ خیلی حرف بود، خوشحالی خوبی می‌بودیم اگر به اون زمان می‌بودیم می‌دیدیم که دیگه خواست الله باشه، امید داریم که بازم ببینیم ان شاء الله دیگه، می‌خوایم که ما از امتی خود قبول داشته باشم. تشکر از خود دوست عزیز، زنده باشید. چه گفتنی داری برای کسایی که این فروشنده مواد هستند، مثلا سبزیجات، ترکاری، رومی و این چیزا؟ پیام دیگه نداریم ان شاء الله. اول سر تا سری پیام صلح می‌خوایم به افغانستان. دیوم از اینم که یک برادر دیگر فریب نده، سودا به خوشی بکنه، به رضایت بکنه ان شاء الله که موفق باشه به زندگی خود. زنده باشین، سلامت باشین. زنده باشین شما هم همچنین، سلامت باشین. زنده باشین، سلامت شما. یکی سنت زنده. اللهم صل علی محمد و آل محمد، زنده باشین. سلامت باشین. این کتاب تقدیم شما میکنه ان شاء الله همیشه موفق. دست شما درد نکنه، سلامت باشین، زنده باشین. موفق باشین، امیدوارم. کار خوبیه که ما واقعا باید صداقت انجام بدیم. حقیقتا ما به حساب صادقیم، همین کار خواه هیچ نه و خودم چیزی نداریم به چه واقعا، همین چیزی که خدا و رسول گفته همون رو عملی میکنه. بسیار عالی. کار خوب. بعضی وقتا میشه که بعضی از همشهری ها رو میبینیم مثلا میوه که در اینجا گذاشته هست، میوه های خوب مثلا حالا خود شما الحمدلله همه به شکل مخلوط هست، اما میبینیم که میوه های خوب جلو میگذارن به نما، اما میوه هایی که کمی خرابتر باشه یا رسته باشه طرف میذارن، زمانی که باز به فروش رفت همه به هم مخلوط میکنن. در این قسمت نظر خود چیه و خود چی گفتنی داری؟ این خیلی کار بعده دیگه، هر کس که به حساب نون برای حلال نیه دیگه، هر کس که لقمه پیدا میکنه نون برای حرامه. به نظر خود بعضی وقتا طرف میخواد که به نوعی کسی رو فریب بده، مثلا این خراب ها هم بگذاره و بگه بذار که به ما خورد ازی بده و از بره، این کار چقدر کار بدیه؟ خیلی کار بده، واقعا کار خوبی نیه دیگه. برادری هم که هست به گمیده اینا رو میبره، وقتی پیش فهمید خوبه، برای کار خوبی نیه دیگه، کار زشته. همین صداقت خدای ناخته نداشته باشیم، در پیشگاه رسول علیه السلام چه حرفی داریم؟ چقدر از ما واقعا ناراضی خواهند دیگه؟ تا جایی که فکر کنیم او از ما ناراض میشه، اول خدا دیوم رسول مبارک. بسیار عالی. حالا خودت به عنوان یک فروشنده، یک برادر مؤمن و مسلمان، چه گفتنی داری برای کسایی که اگر گفتنی من امینه که
آدم خود خود خراب کنه، به دیگه کسی خراب کنه، خودی خراب میشه. باید هر کس صادق باشه. ما شما هم از یک خانواده ایم، هم از یک خانواده ایم، هم از به حساب قدمدگر برادر ایم. باید ما شما در این عرصه کوششون رو ازیر بکنن که برادر دیگر فریب نادن. چقدر تلاش میکنین که حضرت رسول علیه السلام از خودت راضی باشه در قسمت تمام مراحل زندگی و همچنین قسمتی که کار بسیار خوب انجام تا جایی که جا داشته باشه ما کوشش ازیر میکنیم که او از ما راضی باشه. اول خدا دیوم رسول مبارک. اگر با رسول علیه السلام خودت هم یکون روبرو بشی چه حرفی با اونا داری؟ دیگه حرف ما به زنا نمیتونیم به حساب داشته باشیم. من تا اینه که چیزی که همون خدا و رسول گفته به حساب ما و شما باید دور عملی کنیم. تشکر از خود دوست عزیز. زنده باشیم. واقعا ما هم مشاهده کردیم صداقت در کار خودت هست. انشاءالله که روزی حلال نصیب همه بشه. زنده باشیم. کتابی رو تحت عنوان 24 ساعت پیامبر علیه السلام تقدیم شما میکنیم. انشاءالله همیشه موفق. خیر ببینیم. خب دوست عزیز با یک تن دیگر از برادران ما صحبت میکنین که فروشنده هستن. سلام دوست عزیز، خوب هستین؟ چه خوبه، خیر دارشون. سلامت باشیم، زنده باشیم. میخواییم در قسمت صداقت در فروش که هسته مثلا چقدر باید آدم صادق باشه، خصوصا در کاری که شما میکنین چقدر کار خوبی است و این سنت حضرت رسول علیه السلام است؟ دیگه غیر بیکش چیز خوبه، بر کار آدم صداقت کنه، خیانت نکنه، کار خوبه. آدم سرده و معامل کنه خیلی میبینه، بی خیلی هم نمیشه، ظلمی هم به کار نیه. بر کار آدم صداقت کنه خیلی کار خوبه. حالا از دید خودت مثلا چه کار باید اینجا با انجام بشه تا این صداقت باشه و این اسلام از ما قبول بکنه؟ دیگه اول در قدم اول مگه با وزنه که میخیر من وزن بدیم کم کسی ندیم. در قدم دیوم از دیگه کوشی که جنس بیتر تر بگم سلمان رو بگم خیلی بیمونه جنس خراب ندیم بریم. خودت میفهمی که حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چقدر واقعا صداقت داشتن، چقدر واقعا توجه داشتن در قسمت همین کارهای بسیار نیک؟ حضرت رسول الله مبارک خود اینا صادق بودن، همیشه کار صداقت خوش شدن، خود اینا انسان صادق بودن. و خدا که ما پیره و دین رسول الله مبارک بکنم رو ما پیشه بگیریم. بسیار عالی. بعضی وقتا میبینیم بعضی از فروشنده های عزیز ما به اصطلاح میبینیم بعضی ها رو مثلا به نوعی میخوام یا فریبکاری بکنن یا مثلا میوه های خوب هر چند تای کسب جلو میگذارن نمای خوبی داره، اما پشت همه میوه های خرابی هست. زمانی که بازار میفروشن به شمول همو خوب همه مخلوط نمو خراب رو میدن. این کار چقدر کار ناپسندی هست؟ در اصل مطلب بگیم خود خور فریب میده سودا برای یک کرد مسلمان میبه بعدن که خراب باشه بخونه تشخیص میگه بعدن به دنبال هم سودا دیگه نمیده. حالا چقدر از دیده ای که ما در آخرت باید جواب پس بدیم در این قسمت اگر صحبت میکنیم کار خوبی نکرد؟ به خدا که کار خوبی نیه، نظر اسلام هم کار خوبی نیه، نظر قانونی هم کار خوبی نیه. باید به هر کار آدم صداقت کنه، خیلی کار خوبیه. چه کار رو باید انجام بدیم تا رسول علیه السلام از ما راضی باشه؟ دیگه به انتظار آدم سرمخش زندگی خوب قرار ده، خیلی کار خوبه. سنت رسول ما را که انسان اگه سرنوشت زندگی خوب قرار بده خیلی کار خوبه، کار نیکیه. خب اگر با رسول علیه السلام روبرو بشی خودت هم یکنون اگر زمینه مساعد باشه چه حرفی با اونا داری؟ دگر فهمیدن که خداوند ما را شفاعت حبیب خوبی نصیب نکنه، خداوند ما را پیرو دین از او بگردانه، اما سنت های رسول مبارک ما بتونه به جا بیاورن خیلی کار نیکی. تشکر از خود دوست عزیز. ما هم به عنوان یادگار از برنامه تسلیم تلویزیون اصلاح یک کتابی رو تحت عنوان 24 ساعت با پیامبر علیه السلام تقدیم شما. تشکر، خدا شما رو عمر بده، زنده باشید، سلامت باشید. راجب امین که سنت های رسول علیه السلام ببینید که در چه بخش های هنوز زنده هست، مثلا در قسمت فروشندگی که شما ترکاری یا همین سبزیجات میفروشین، چقدر ما باید صداقت میکنیم و صداقت چقدر کار خوبی است؟ صداقت دستی رضای الله متعال ما و شما است. صداقت بسیار کار خوبی، هر دوستی که به هر کار کسب افتادی الله تو الله متعال ما و شما و جمعه الاسلام حفظ کند. اگر گران فروشی بکنیم، قیمتا رو بالا ببریم، از شرایط استفاده بکنیم، این چقدر کاری هست که امیر رسول علیه السلام از ما راضی نخواهد؟ کار خوبی نیه. بزی کار ما اصلا به گران فروشی موافق نیم. ما میقدر افتخار میکنم امروز همیر میخورم از بازار با 15 روپیه به دوستان عزیز خوب باید بدو بیرم. مثلا
به 20 روپیه اله 17 روپیه، به 3 روپیه، به 2 روپیه قانه باشیم، به کم قناعت کنیم که خلی به دست ما و شما بیاییم. اساس شما علیه، همین که روزی حلال به دست میاریم، همین که اگر خدای نخواسته در این توجه کم تره بشه، باز کلی خیانت میتونه باشه. بله بله بله. مثلا در قسمت وزن اگر نگاه بکنیم، اگر مثلا فکر کنیم کمی سنگ ما گذاشتم، کمتر توجه بکنم، همی سبکتر باشه و همی رو بدون دست مشتری و بره، به نظر شما یعنی عدم توجه به این کار چقدر میتونه که واقعا در دنیا و آخرت ما را خلاص ذلیل بکنه؟ سوال خیلی خوبه کردیم قربان شما، شما گلا زحمت کشیدیم که اینجا تشریف آوردیم، شما اگر نیم کیلو به جای 1 کیلو هم میبریم شما به حق خود میرسیم، اما مای خون خرابی به زود طرفه که 1 نیم کیلو به جام 2 کیلو بده، باید کوشش کنه که مثلا به حق خونه باشه. مثال ما افتخار میکنم که از حق ما 2 سیر 1 نیم سیر باق شما عزیزا بره، روا داریم که شما نیم سیر باق می بیایه. مثلا در قسمت مثلا کچالو اگر ما نگاه بکنیم و همچنین پیازی که در اینجا هست، بسیار سیر، بعضی ها میبینن مثلا که میایم از شما خو الحمدلله تا اندازه به شکل مخلوط هست، همین کچالوهای خوب یا پیازهای خوب جلو میگذارم و یک تعداد خراب که هست اونا رو پشت میگذارم، باز وقتی که مشتری آمد اونا رو باز به او مشتری میدم و به فروش میرسونم. این کار چقدر کار بدیه؟ او تقلبی میکنه، به کسبی من خوش دارم که همیت صادقانه و آدم صادق باشه، بچه خود خوب مشتری خوب باید آدم یک چیش ببینه، آدم باید صادق باشه به کار خوب، به کسب خوب، هم صادقانه قناعت کنه، الحمدلله خیلی به دستی میه، به کم قانه باشه خیلی خدا بزود کمک میکنیم انشاءالله اونمان زنده باشه. این قسمت که همین که صداقت رو دارین میتونه یک سنتی از رسول علیه الصلاه و السلام باشه و شما که این سنت در قرن 21 نگه داشتین و سفیر اخلاق آن بزرگوار هستین سپاسگزاری میکنم. میخوایم که پرسان بکنم اگر با پیامبر علیه الصلاه و السلام هم یکنون روبرو بشین چرفی بانو داری؟ قربان نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم شوم، آل فلان اونا از چشم ما دورم اما به قلب ما نزدیکم، ما خیلی افتخار میکنم الان شما نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردیم، ما خودم اشک ما داره میاد، کاش الان زنده میبودن که ما سر جان خود فدای از اونا میکردیم. همین که این سنت زندگی گرداشتیم و صداقت در کار دارین سپاسگزاری میکنیم از شما. کتابی رو تحت عنوان 24 ساعت با پیامبر علیه السلام از میشد زنده باشیم سلامت باشیم. مصطفی که نوری حبیبی المصطفی خسته نباشید، سلامت باشید، زنده باشید. از این پرسان میکنیم که چقدر باید ما در فروش یعنی موادی که در دست داریم باید صداقت داشته باشیم و این سنت نگه بداریم و کار بسیار خوبی است. انصاف باید سلمان ها بکنند چون وقت شرایط خراب مردم من بیکار به خونه ها خونم، باید کمی آدم انصاف کنه بار ارزون تر به مردم بده که مسلمان خیلی برای نمو مشکل بر نخوره. صداقت شما گفتین چقدر میتونه که رسول علیه السلام از ما راضی باشه، خدا از ما راضی باشه. وقتی انصاف باشه هم خدا از انسان راضیه، هم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم راضیه، هم مردم از انسان راضیه. انصاف داشته باشه. چه حرفی داری برای کسایی که گران فروشی کنن یا مثلا در وزن توجه کمتر بکنن، خیانت خود نفس بکنن؟ کمه که انصاف رعایت کنن دیگه، باید دیگه خب اگه نکنن خب معلوم داره خب گران بفروشین دیگه، خدا هم از آدم رزین یه مسلمان هم رزین یه از آدم. تشکر از شما، زنده باشین، سلامت باشین. یادگار از برنامه تسلیم تلویزیون اصلاح تفسیر احسان کلام تقدیم شما میکنه همین که صداقت. تشکر از شما، زنده باشین، شما موفق باشین، زنده و سلامت باشین. تشکر از شما، زنده باشین، سلامت باشین. بهترین راه به دست آوردن اعتماد برادران مسلمان ما همین صداقت می باشه. برای رونق گرفتن کسب و کار ما از راه به دست آوردن روزی حلال می تانه که صداقت باشه. چرا؟ چون وقت ما به عنوان یک مسلمان این صداقت را انجام بدیم، خدا هم از ما راضی میشه و پیامبر هم از ما راضی میشه. طوری که در بخش همگام با پیامبر هم دیدیم تعداد زیادی از برادرانی که واقعا میوه و ترکاری داشتن برای فروش، هدفشان و صحبتشان در قدم اول به دست آوردن روزی حلال بود و در قدم دوم به دست آوردن روزی حلال از راه صداقت بود و این صداقت را اونها هم توجه کرده بودند. انشاءالله که ما هم وقتی نگاه میکنیم به زندگی زرین پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم سر تا سر از صداقت بوده و حتی با کسایی که اونها شاید با پیامبر حتی مشکلاتی رو در قسمت افکار داشتند و اونها شاید به دین اسلام نبودند، اما صداقت پیامبر در خور توجه و ستایش همه بود. پس ما هم به عنوان یک مسلمان تلاش بکنیم که
صداقت داشته باشیم و این سنت زنده نگه بداریم. انشاءالله سای عزیز بخش اخیر برنامه معرفی کتاب هست که با همین بخش ما هم از حضور شما مرخص میشم و همه شما را به خداوند مهربان میسپاریم. عزت از دوست هر که را بخواهد عزیز میکند. عزت زیاد و خدا نگهدار. از عواملی که سبب شهرت صلاح الدین ایوبی شد، پیروزی او در مقابل اروپاییان و چیره شدن او بر شهرهایی که در مسیر حجاج مصری و تمام مسلمین به سوی مکه مکرمه بود می باشد. این پیروزی بزرگ و امنیت راه حج برای مسلمانان عامل بزرگی از عوامل تبادل محبت، اطمینان و اخلاص میان او و مصریان به شمار می رفت که سبب شد مصریان تعصب را کنار بگذارند، با دیگر مسلمانان متحد شده و زیر پرچم صلاح الدین با دشمنان خدا و دشمنان خودشان یعنی کافران ظالم و صلیبیان کینه‌توز بجنگند. مسجد الاقصا اولین قبله، دومین مسجد و سومین حرم است که مسافرت کردن بعد از دو مسجد دیگر یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی فقط به سوی آن جایز است و بعد از آن دو مکان فقط باید به آن خیلی اهمیت داد و اگر شما بندگان برگزیده خداوند نبودید هرگز به شما این فضیلت را نمی داد که هیچ کس با شما در آن برابر نیست. پس خوش به حالتان که سپاهی دارید که معجزات پیامبرانه، جنگ‌های بدرگونه، اراده‌های صدیقی، فتح‌های عمری، سپاه‌های عثمانی و دلاوری‌های علی را بر دستانتان ظاهر کرد. شواهد تاریخی دلالت دارند بر اینکه صلاح الدین به اختیار خود اقدام به صلح با اروپاییان نکرد، بلکه شرایط بد موجود یعنی هنگامی که جسارت لشکر و تظاهرشان به مخالفت را دید ناچاراً مجبور به پذیرش صلح شد و اگر آنگونه که صلاح الدین می‌خواست کارهایش پیش می‌رفت جهاد برای بالا بردن کلمه الله ادامه می‌یافت تا کشور شام و خاک فلسطین از گروه اندک سرکشان و متجاوزان پاک شود. مهمترین مسئله‌ای که صلاح الدین از آن می‌ترسید این بود که صلیبیان در شهرهای شامی که متمرکز شده اند فساد کنند و با اتحاد و اجتماعشان به جهان اسلام هجوم آورند تا آن را ویران کرده و بر آن تسلط پیدا کنند و در آن پراکندگی و تباهی راه بیندازند چنان که رسمشان بود.